سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر، شما بیننده بخش خبری از شبکه تلویزیون اینترنتی مردم خبر هستید و نخستین بخش رو مشاهده می‌فرمایید در امروز 18 روز از دی ماه. انتقام سخت ایران در خونخواهی شهدای مقاومت با در هم کوبیده شدن پایگاه آمریکایی عین الاسد آغاز شد. در حملات سنگین موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، مورد اصابت قرار گرفت. بامداد امروز رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی موفق به نام عملیات شهید سلیمانی با رمز یا زهرا با شلیک 10 فروند موشک زمین به زمین پایگاه هوایی اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک این پیروزی بزرگ به امت اسلامی به پا خواسته و مردم فداکار عظیم و شأن ایران اسلامی اعلام می دارد. به شیطان بزرگ رژیم سفاک و مستکبر آمریکا هشدار می دهیم. هر شرارت مجدد و تجاوز یا تحریک دیگر با پاسخ دردناک و کوبنده تری مواجه خواهد شد. به دولت‌های متحد آمریکا که پایگاه‌های خود را در اختیار ارتش تروریستی این کشور قرار دادند، اخطار داده می‌شود هر سرزمینی به هر ترتیب مبدا اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، هدف قرار خواهد گرفت. به هیچ وجه رژیم صهیونیستی را در این جنایات جدای از رژیم جنایتکار آمریکا نمی‌دانیم. به مردم آمریکا توصیه می‌کنیم برای پیشگیری از خسارت‌های بیشتر سربازان آمریکایی را از منطقه فراخوانده و اجازه ندهد با نفرت افزایی روز افزون رژیم ضد مردمی حاکم بر ایالات متحده جان نظامیان آن کشور بیش از این به خطر افتد. و اما در حالی که آمریکایی‌ها از بیان تلفات و خسارات این حمله خودداری می‌کنند، نخستین گزارش‌ها از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد حکایت از سوختن چندین فروند هواپیمایی آمریکایی دارد. ایران به عین الاسد نظامیان مستقر در حال آماده باش بودند. همزمان منابع خبری از خسارت سنگین به این پایگاه تحت اشغال آمریکایی ها خبر میدهند. آمریکایی ها همچنین از اعلام خسارات و تلفات خود خودداری می کنند. برخی رسانه های عراقی نوشتند پرواز مداوم بالگردهای آمریکایی بر فراز عین الاسد احتمالاً برای انتقال اجساد آمریکایی هاست. تصاویری که شهروندان عراقی در فضای مجازی منتشر کردند نشان می‌دهد نقاط مختلف عین الاسد هدف موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته است. برخی منابع خبری در منطقه اعلام کردند پایگاه تحت اشغال آمریکایی موسوم به عین الاسد حدود 35 بار هدف موشک قرار گرفته است. به گزارش منابع خبری پایگاه عین الاسد از مراکز بسیار مهم استقرار نظامیان و تجهیزات پیشرفته آمریکایی است که در عملیات بامداد امروز سپاه متحمل خسارات سنگینی شده است. و اولین نتیجه اقدام موشکی و مقتدرانه ایران احیای نام خلیج فارس. CNN که تاکنون خلیج فارس را به عنوان خلیج یاد می کرد، برای اولین بار نوشت پرشین گلف که تصویرش هم در فضای مجازی دست به دست شده و همین هشتگ هم در توییتر داغ شده.
و اما بریم سراغ ادامه خبرهامون و پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در خاک آرام گرفت. لحظاتی پیش پیکر مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار حسین پورجعفری در خانه ابدیشان در گلزار شهدای کرمان آرام گرفتند. سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام. و لحظه اعلام خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع آمریکایی ها هنگام تدفین پیکر مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی. و اولین سخنرانی عمومی رهبر معظم انقلاب پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی و آغاز انتقام سخت فرمانده معظم کل قوا امروز چهارشنبه 18 دی ماه به مناسبت سالروز قیام تاریخ ساز مردم قم در 19 دی سال 56 در جمع هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه سخنرانی خواهد کرد. پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین عملیات گسترده نظامی ایران و محور مقاومت علیه تروریست های ارتش آمریکا، این اولین سخنرانی رهبر معظم انقلاب در یک جمع عمومی است که بسیار مهم ارزیابی شده است. و اما بریم سراغ ادامه خبرهامون و سری زدن به صفحات توییتری در پی اقدام حمله موشکی به پایگاه‌های نظامی آمریکایی که وزیر امور خارجه‌مون توییت زده. نوشته ایران منطبق با بند 51 منشور ملل متحد اقدامات متناسبی در دفاع از خود انجام داد و پایگاهی که از آن حمله بزدلانه علیه شهروندان و مقام‌های ارشد ما انجام شده بود را هدف قرار داد. ما به دنبال تشدید تنش یا جنگ نیستیم. ما از خودمان در برابر هر تهاجمی دفاع می‌کنیم. و بشنوید توییت منفعلانه ترامپ را در واکنش به حملات سنگین ایران. همه چیز خوب است. از ایران موشک‌هایی به دو پایگاه نظامی واقع در عراق شلیک شده است. ارزیابی تلفات و خسارات آن در جریان است. تا الان همه چیز خوب بوده. ما قدرتمندترین و مجهزترین ارتش کل جهان را داریم. فردا صبح بیانیه ای صادر می‌کنیم که تا الان که فعلا هیچ خبری نبوده. و البته بعد از اون وندی شرمن یک دیپلمات آمریکایی در دولت اوباما هم توییت زد در پاسخ به این توییت خاص و منفعلانه ترامپ. البته انتقاد کرده از این توییت و نوشته همه چیز خوبه، اوضاع جدیه و وقت تکبر نیست. و این توییتی هستش که منتشر کرده. و اما خبر پایانی این بخشمون که امروز صبح مطلع شدیم، سقوط هواپیمای اوکراینی نزدیک فرودگاه امام خمینی. مدیر کل روابط عمومی فرودگاه امام
گفته که یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی پس از بلند شدن از فرودگاه امام در حوالی پرند سقوط کرده. اخبار حاکی از این هستش که این هواپیما عازم کیف پایتخت اوکراین بوده و 170 نفر مسافر و خدمه داشته. به گفته سخنگوی اورژانس 10 دستگاه آمبولانس به محل سقوط هواپیما در محدوده شاهد و پرندک اعزام شدند. اولین فیلم از سقوط هواپیمای اوکراینی در پرند رو ساعت 6:30 دقیقه صبح با هم که ببینیم. هواپیما آتیش گرفته. شهریار فردوسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن. زمین آتیش نشانی. و اما بشنوید آخرین وضعیت مسافران هواپیمایی سقوط کرده اوکراینی را از زبان سخنگوی سازمان هواپیمایی. که اولیه که من دارم اینه که یه فروند هواپیمایی اوکراینی همونطور که گفتید اوکراینی مسیر تهران کیف پس از برخواستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بین پرند و شهریار سقوط کرده. تعداد مسافران هواپیما بیشتر 70 نفر هست و تیم بررسی سازمان هواپیمای کشوری پس از اعلام این خبر به محل سایت سانحه اعزام شدند. انشاءالله گزارش های بعدی و خدمتتون تو بخش های بعدی خبر میدم. تعداد مسافران رو چقدر اعلام کردین آقای جعفر؟ 170 نفر. 600 170 نفر. از سرنوشت مسافران این هواپیما عرض میکنم تو جزئیات بیشترش تو بخشای بعدی بکنیم. ارزیابی شما و نتایج ارزیابی شما کی به ثمر بنشینه و بتونیم اعلام بکنیم؟ حالا سعی میکنیم که گزارش تیم بررسی سانحه سازمان هواپیما کشوری نتیجه شو به امون میگن خدمت شما عرض بکنیم. متشکرم آقای جعفر. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای اطلاع از خبرهای دقیق تر و کامل تر با شبکه تلویزیونی اینترنتی مردم خبر آنلاین بمونید.